سلام. تحولات شتاب می‌گیرد. بحران در پی بحران. شورای امنیت و خطر مکانیزم ماشه، گرانی و افساری که پاره می‌کند، جنگ گورکا و حملاتی که تغییر فاز می‌دهد. ایران و دگرگونی‌های سریع و پرشتاب. تیک تاک و بررسی دقیق این تحولات و دگرگونی‌ها. برنامه‌های امروز: تنش بین‌المللی رژیم بالا می‌گیرد. مکانیزم ماشه و خطر شلیک به برجام. رسانه‌های آمریکا از چه بازتابی از این وضعیت می‌دهند؟ گفتگو با خانم شیرین نریمان از آمریکا. روباه دوم شاهد، تلویزیون حکومتی به همه ابهامات پاسخ می‌دهد. فراری دادن کرونا از زندان‌های رژیم، این بار نه با کرونا یا به سلامی، با خبرنگاران کرونا کش حکومتی. بررسی در بخش نگاه متفاوت. ستارگانی که کمسو می شوند، هابل و بررسی ستاره شبانشانه، یک ابرغول سرخ در صورت فلکی شکارچی. بررسی این ستاره غول‌پیکر و سایر موضوعات در بخش رسانه های جهان. کنکور کرونایی و فاصله گذاری روحانی، کشاکش بر سر برگزاری کنکور. جیب خالی دولت و اصرار به برگزاری آزمون کرونایی در بخش داخل پرانتز. روحانی از سال 60 و عملیات مجاهدین میگوید و اینکه کسی باور نداشت نظام سر پا بماند. مقایسه این روزهای نظام با سال 60 از بُعد اقتصادی، طرح گشایش اقتصادی روحانی و نامه قالیباف و رئیسی به خامنه ای. خامنه ای چه گفت؟ بررسی در گفتگوی سیاسی. تیک تاک و تکاپو برای بررسی رخدادها و نگاهی به پیامدها. خب در این قسمت همراه بشیم با بخش فضای مجازی برای بررسی اونچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. سلام می‌کنیم به شما و گزارشتون رو می‌بینیم. سلام و خدا قوت به شما و همه همراهان عزیز تیک تاک. در سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد، ایادی شاه و شیخ تلاش کردند با تحریف تاریخ چهره مصدق رو تخریب بکنن. کار به جایی رسید که حتی صدا و سیمای حکومتی هم علیه مصدق سریال ساخت و تلاش کرد اون رو وابسته به آمریکا نشون بده و خامنه ای هم در توییت خودش علیه اون موضع گیری کرد. اما کاربران فضای مجازی با هشتگ نشاه نشیخ نه بزرگ تاریخی خودشون رو علیه هر نوع دیکتاتوری تکرار کردن. کاربری با گرامی داشته یاد مصدق نوشته: درود بر بیدار مرد تاریخ ایران که امید خود را هرگز از دست نداد و پایه‌گذار آزادی و آزادی‌خواهی از دیکتاتوری و مظهر ایستادگی در برابر خائنان به ملت و خائنان به آزادی و وطن بود. کاربر دیگه با نقل قولی از مصدق نوشته: مصدق در رابطه با شاه و شیخ همان موقع چه خوب گفته بود. مصدق درباره آتش زدن خانه‌اش گفته بود: آنها خانه مرا آتش نزدند، آنها ایران را آتش زدند. به آتش زدن خانه من هرگز فکر نکنید، به آتش زدن ایران بیاندیشید. کاربر دیگه هم با اشاره به نتایج همدستی شاه و شیخ نوشته: اگر نتیجه بلافصل سقوط دولت ملی دکتر مصدق راه به 37 سال استبداد شاهی و استحکام پیوند تاریخی با شیخ برد، سهم دگراندیش، داغ و درفش و تنها انتخاب مردم حزب رستاخیز، کودتای 28 مرداد خیانت به ملک و ملت بود. توجیه چرایی و تایید آن دست بردن در تاریخ است. درود بر رهروان راهش، نشاه نشیخ.
کاربر دیگه هم با اشاره به ماهیت این دیکتاتوری ها نوشته که این توزیع ارتجاع علیه مصدق از زمان خود مصدق توسط آخوند جنایتکار کاشانی و در ادامه توسط خمینی و امروز هم به وسیله خامنه ای ادامه دارد که در سخنرانیش به مناسبت سالگرد کودتای ننگین شاه و شیخ در 28 مرداد 32 به خوبی دیده می شود. کاربر دیگه با اشاره به تصاویری از سرکوبگری در زمان شاه و ادامه اون در زمان شیخ نوشته شاه و شیخ دو روی یک سکه هستند. چماقداری، آدمکشی در خیابان و شکنجه و اعدام مخالفین میراث به جا مانده از رژیم شاه و ساواک منفور آن است که اکنون توسط متحدان تاریخی آنها یعنی آخوندهای مرتجع به مدار غنی شده بمبگذاری برای نابودی اپوزیسیون ارتقا یافته است. کاربر دیگه هم با اشاره به تحریف تاریخ و قهرمانسازی های دروغین که در فضای مجازی صورت میگیره نوشته کسانی که میخواهند از رضاخان میرپنج یک قهرمان بسازند یا جاهلند یا اینکه با آگاهی از اینکه این فرد یک قلدر بی‌سواد و یک خائن به منافع ملت ایران بوده است مطامع استعمار را دنبال میکنند و یا اینکه دستشان در دست شیخ است تا همین خامنه ای بماند، نه شاه نه شیخ نه به هر استبدادی. واقعیت اینه که مردم ایران یک بار نه خودشون رو به دیکتاتوری سلطنتی گفتند و امروز هم بارها بارها در شعارهای خودشون خواهان براندازی آخوندها شدند و پاسخ اونها روشنه. امیدوارم گزارش امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. توجهتون رو به سایر بخش‌های تیک تاک جلب می‌کنم. روزنامه‌های حکومتی معمولاً انعکاسی از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رژیم رو بازتاب میدن. در این قسمت برنامه‌مون همراه میشیم با مسعود پیرنیا برای بررسی روزنامه‌های حکومتی 29 مرداد. مسعود سلام می‌کنم به تو و گزارشت رو همراه با بینندگان می‌بینیم. سلام به شما و سلام و درود به همه بینندگان و هممیهنان عزیز در هر کجا که هست. توی روزنامه حکومتی چهارشنبه 29 مرداد کنار بالا گرفتن خبرهای مربوط به جنگ گرگاه، وحشت از چشمانداز قیام و همینطور خفگی اقتصادی رو میشه دید. روزنامه ستاره صبح به نقل از یکی از کارشناسای اقتصادی رژیم نوشته دولت به منظور تامین کسر بودجه که همواره ملازم اقتصاد کشور بوده متوسل به بانک مرکزی شده و با استقراض اسباب کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیشتر نرخ ارز و کاهش قدرت خرید جامعه را فراهم می‌کند که منجر به فقیرتر شدن جامعه، تحریک پتانسیل اعتراضات مردم به ویژه فرودستان و حتی طبقه متوسط می‌گردد. روزنامه حکومتی آلمان هم با بیان اینکه دولت باید تحولی در بخش درآمدی ایجاد کند، تقریباً اومده اینجا از ضرورت تسلیم و مذاکره گفته. بله، اشاره به جنگ قدرت در درون نظام کردی. روزنامه روی کدوم جنبه ها بیشتر متمرکزن؟ خب توی رابطه باید بگم که شکاف و سرشاخ شدن توی باند روحانی به دلیل وحشت از پیامدهای قیام آبان و جنگ قدرت توی باند خامنه‌ای بین قالیباف و میرسلیم و همینطور دعوای مجلس و دولت از موارد و نمونه‌های بارزی هستش که روزنامه به اون پرداختن. مثلا روزنامه اعتماد که از باند مغلوب است در مورد دعوای تقسیم تقصیر سر قیام آبان و گرونی بنزین و کشتار مردم اینجوری نوشته وزارت کشور اظهارات آشنا مشاور اطلاعاتی روحانی میگه درباره عدم ارائه گزارش کارشناسی اعتراضات بنزینی به روحانی را تکذیب کرد. بعدش هم اضافه میکنه که وزارت کشور دولت دوازدهم از یک زمانی به بعد ترجیح داد در مقابل انتقادات به خود در قبال نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان در آبان ماه سکوت نکند، چنانکه صراحتا اعلام کرد که این نهاد تنها مسئول اجرای تصمیمات اخذ شده در نهادهای عالی جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه آرمان هم در مورد جنگ قدرت بین مهره‌های خامنه‌ای اینطوری نوشته در خیمه اصولگرایان اتفاقاتی عجیب در حال رخ دادن است.
چهره های شاخص این جریان به افشاگری علیه یکدیگر مشغولند. افشاگری های از جنس مسائل مالی. چهره هایش حالا پته یکدیگر را روی آب می‌ریزند. دو ماجرا بیشتر از همه بر سر زبان ها افتاده است. نخست ماجرای میان مصطفی میرسلیم و البته محمد باقر قالیباف. داستان دوم در خصوص دعوای پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و غلام علی حداد عادل است. ظاهرا نبرد بر سر قدرت کشمکش های درون جناحی و حزبی را به رسوایی و افشاگری های شخصی تبدیل کرده. و چه عجیب که بزرگترین نام های اصولگرایی در رأس این افشاگری ها علیه یکدیگر. روزنامه مستقل هم که از باند مغلوبه با اشاره به اعتراف های احمد توکلی و قالیباف درباره فساد توی این نظام نوشته آنچه را که احمد توکلی بیان کرد 20 سال پیش مردم گفتند و نوشتند و چنین روزهایی را پیشبینی کردند. پرسش اصلی این است که آنان باید بتوانند با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند جهت طوفان‌های اجتماعی را تشخیص دهند، نه اینکه پس از حیف و میل اموال عمومی از یکدیگر بپرسند اموال عمومی کجاست. اما قضیه برگزار کردن یا نکردن کنکور، حرفای ضد و نقیض در مورد توقیف محموله نفت 4 تا کشتی توسط آمریکا و همینطور محاکمه قائم مقام قالیباف تو دادگاه غیرعلنی از موضوعات دیگه تو جنگای باندی هستش که روزنامه حکومتی سیاست روز تو مطلب طنز خودش به بعضی از اونها پرداخته و از جمله نوشته وزیر نفت آمریکا ادعا کرده که محموله بنزین ایران را توقیف کرده است، اما این در شرایطی است که اگرچه محموله ها از ایران رفته بود اما نه کشتی ها ایرانی بود نه محموله برای ایران بود، محموله بنزین ایران بود که به مشتری فروخته شده بود. ما از این انشاء نتیجه میگیریم که الف نفت مال ما نبود، کشتی مال عمه رهبر کره شمالی بود، دریا را هم که قبلا فروخته بودیم. ب دریا مال ما نبود، کشتی را اجاره کرده بودیم اما نفت را قبلا به عمه رهبر کره شمالی فروخته بودیم. جیم بنزین را روی آب فروخته بودیم اما دریا مال ما بود، ولی عمه رهبر کره شمالی کشتی خود را به استکبار جهانی فروخته بود. دال عمه رهبر کره شمالی مال ما نبود، ولی هم دریا مال ما بود و هم کشتی و هم محموله و هم بنزین و دوست که آمد ما زدیم زیر همه چیز و فقط عمه رهبر کره شمالی مال ما شد. بله، با این 4 جوابی رسیدیم به پایان مرور امروزمون به روزنامه رژیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید.